یک دو سه سلام، خوش اومدین به جلسه دوم از کلاس سازدهنی با محمد نور محمد. امیدوارم جلسه یک رو دیده باشین، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کرده باشین، لایک کرده باشین، کامنت گذاشته باشین. کامنت های باحالی گذاشته بودین، انگیزه شد که جلسه دو رو پرقدرت تر از جلسه یک براتون برگزار بکنم. و حالا جلسه یک رو اگه ندیدین برین توی کانال یوتیوب ببینین، به صورت کامل 17 دقیقه است، تمریناشو انجام بدیم، بیاین جلسه دو رو با هم دیگه ببینیم. خب ما اینجوری برنامه ریزی کردیم که شما نشستی روبروی من، داریم به صورت حضوری کلاس رو برگزار میکنیم. جلسه پیش ما یه سری چیزای آموزش دادیم که هر کسی جلسه دوم کلاس های من رو ثبت نام میکرد و میومد نشست روبروی من، 4 تا سوال ازش میپرسم. اول بار که احوال پرسی میکردم، میگفتم چطوری، خوبی، چه خبر. وقتی داشت توضیح میداد یهو میپرسیدم که حروف الفبای موسیقی رو به ترتیب رفت و برگشت بکن. بعد یه مقدار گیج میشد و بعد شروع میکرد به سوال رو جواب دادن. پس سوال یک، باید حروف الفبای موسیقی رو به صورت رفت و برگشت از هر نوتی شما حفظ شده باشید. دو ره می فا سول لا سی دو، دو سی لا سول فا می ره دو. الان از شما می پرسم از سول رفت و برگشتش رو بخون برم. باید جوابش رو بدی. ویدیو رو پاس کن، جوابش رو بده. اگه نتونستی یه مقداری فکر کن و بعد ادامه ویدیو رو ببین. پس میشه سول لا سی دو ره می فا سول سول فا می ره دو سی لا سول. حتما هم رفت و برگشت از هر نوتی شروع میکنی، میرسه به خود نوت و برمیگردی. دوباره از فا، فا سول لا سی دو ره می فا فا می ره دو سی لا سول فا. خب پس این سوال یک رو باید به خوبی تو ذهنتون شکل گرفته باشه، از هر نوتی به صورت رفت و برگشت باید بتونی بخونی. سوال شماره دو، نوت ها رو باید روی خطوط حامل حفظ شده باشه. یهو ازت میپرسم که نوت که رو خط سوم اسمش چی؟ با جواب بدی. نوت که رو خط سوم اسمش سیه. اگه نتونستی جواب بدی و ذهنت هنوز شکل نگرفته چجوری باید اینا رو حفظ بکنی، میام ازت دوباره میپرسم سرکلید سازمون چی؟ با جواب بدی. سرکلید ساز ما سول بود. گفتم محدوده صوتی ساز ما توی سرکلید سول. سرکلید سول از خط چندم شروع میشه؟ از خط دوم شروع میشه. نوتی که رو خط دوم اسمش چیه؟ سوله. چرا نوتی که رو خط دوم اسمش سوله؟ چون سرکلیدمون سوله و سرکلید سول از خط دوم کشیده میشه. پس نوتی که رو خط دوم اسمش سوله. بقیه نوت ها به ترتیب اون حروف الفبا چیده میشن. سول لا سی دو ره می فا و همینجور به قبلش. نوتی که بین خط اول دوم اسمش چیه؟ نمیدونی، حفظ نکردی، مریض بودم، نتونستم تمرین کنم. خب نوتی بین خط یک و دو شفا. حالا برای اینکه بهتر بتونی حفظ بکنی یه سری علامت گذاری بر خودت بکن. گفتیم بین خطوط یه سری نوت داریم ما، روی خطوط یه سری نوت داریم ما. الان سرکلیدمون سوله، نوت که رو خط دوم اسمش سوله که هیچ. سه، خط سه سی، سه سی، این حالا واژه هاش این همه سه سی، این حفظ میتونیم کنیم. چاره، چاره توی اسمان یه اصطلاح داریم، این حلبی هایی که توی پاکت های تخمه هست اینجوری میزنن میکشن توی پلاستیک، اینا رو بهش میگیم چاره. حالا اگه مثلا اسفانی باشی اینو سریع تر حفظ میکنی. نوت که رو خط چاره ره، چاره، این چاره، سه سی، این هم سول. از این ستار که حفظ بکنی پایین و بالای نوت ها رو راحت تر میتونی حفظ کنی. بعد سی میشه دو، بعد سول میشه لا، بعد مثلا ره چاره، خط چاره مثلا ره میشه می. پس اینم دوباره مجددا حفظ بکن، قوی تر بشی.
سوال بعدی که پرسیده میشه، جای نوتا رو باید روی ساز حفظ میکردی. اوکی، همینجور داریم صحبت میکنیم، مغزت گیج شده، نمیدونی چی جواب بدی، یا هم میگم شش مکش چه نوتی میشه، تو مکس میکنی، پیداش میکنی، دو سه تا نوت جواب به من میدی تا اینکه جواب درست رو پیدا بکنی. شش مکش چی میشه؟ شفا. مثلا ده فوت چی میشه؟ ویدئو رو پاس کن، جوابشو بده، بعد ویدئو رو ادامه بده. ده فوت می، چهار مکش سی. خب برای حفظ کردن نوت روی ساز اگه مشکل داری هنوز تا میای پیداش بکنی طول میکشه. ببین به ترتیب گفتیم دو ره می فا سولا سی دو، یک فوت یک مکش، دو فوت دو مکش، سه فوت سه مکش، چهار مکش چهار فوت، گفتیم آخرین سوراخ برعکسه. بعد دوباره از 5 تا 8 همینه، 9 تا 12 هم همینه. اول مثلا میگم 3 فوت، میای به ترتیب میگی دو ره می وا سول، میگی سول، به ترتیب حفظ میکنی. مرحله اول حفظ کردن به ترتیب حفظ کردن. برای این به ترتیب حفظ کردن باید 3 تا اکتاو در نظر بگیری. بگی اکتاو اول، هر سوراخ که میپرسم از اکتاو اول میای به ترتیب حساب کن. مثلا میگم 7 فوت، اول باید بگی هفته فوت تو کدوم اکتاوه. اکتاو دوم میشه، چرا؟ چون از سوراخ 5 تا 8 رو ما اکتاو دو معرفی کردیم. پس هفته فوت توی اکتاو دو، میایم از 5 شروع میکنیم به ترتیب شمردن. میگیم 5 فوت دو، 5 مکش ره، 6 فوت می، 6 مکش فا، 7 فوت سول، 7 مکش لا، 8 مکش سی، 8 فوت دو، و هفته فوتمون اینجا میشه سول. یا میگم 11 مکش چی؟ 11 مکش اکتاو 3. میای از 9 شروع می‌کنی، میگی دو ره می فا سول لا. 11 مکش میشه لا. اوکی؟ پس مرحله اول حفظ کردن ساز، نوت روی ساز به ترتیب. بعد که به ترتیب رو افتادی، میای چیکار می‌کنی؟ 3 تا 4 تا فوتو با هم حفظ می‌کنی، فوتا رو با هم حفظ می‌کنی، مکشا رو با هم. فوتا به ترتیب 1 فوت، 2 فوت، 3 فوت، 4 فوت میشه دو می سول دو. پس 3 تا فوت 4 تا فوتو تو ذهنت میای با هم حفظ میکنی، دو می سول دو. چشو میبندی، تصویر سازی ذهنی میکنی، اینا رو حفظ میکنی. بعد میای مکشو انجام میدی. مکشا میشه ره فا لا سی، یک مکش، دو مکش، سه مکش، چهار مکش. همین تکرار میشه اکتاو دو، همین تکرار میشه اکتاو سه. پس یک مکش میشه ره، دو مکش میشه فا، سه مکش میشه لا، چهار مکش میشه سی. مکش ها رو هم با هم حفظ میکنی. یه هم میگم سه فوت، دیگه نمیای مکش ها رو حساب کنی برسی بشی، سه تا فوت رو میری جلو، میشه دو می سول، یه هم میگی سول. پس سرعت حفظ کردن رفت بالا. وقتی میای اینجوری حفظ میکنی، یه مقدار ذهن بیشتر درگیر میشه، راحتر اینا رو حفظ میکنی، میری برای مرحله بعد حفظ کردن. مرحله سوم حفظ کردن نقطه ایه. دیگه اینقدر تمرین و تکرار کردی باید در لحظه اینا رو بگی. 5 فوت دو، 10 مکش فا، 8 مکش سی، 3 فوت سول. باید در لحظه اینا رو حفظ باشی. ما تو موسیقی میایم به صورت جداگانه هر قسمتی رو قوی میکنیم و بعد همه اینا رو با همدیگه ترکیب میکنیم. یعنی چی؟ یعنی جای نوت رو ساز ما باید حفظ باشی، بعد جای نوت رو روی خطوط عامل حفظ باشیم، ساز زدنمون هم به صورت تکنیکالی بالا برده باشیم مهارت رو. وقتی نوتو میبینیم بیا توی مغز دستور بده که کجای سازه، حفظیم روی ساز، میایم پیدا میکنیم نوت رو، با توجه به فوتو مکشی که داریم انجام میدیم اون رو انجام میدیم و اینا به همدیگه ترکیب میشه، یه نوازنده خفن از شما در میاد، در کسری از ثانیه این کار انجام میشه. نمیتونیم اول بار همه اینا رو با هم دیگه ترکیب بکنیم، مغز میترکه. برای هم به مرور ما جداگونه هر قسمتی رو باید قوی بکنیم و بعد با هم دیگه اینا رو ترکیب بکنیم. ابتدای کار سرعتمون یه مقدار پایینه، به مرور سرعت میره بالاتر. مثل این مونه که برین مثلا باشگاه فقط جلو بازو بزنید، جلو بازو اینقدر میشه پا لاغر میشه، باید تمام عضله های بدن رو تمرین بدین، وزنه بزنین تا بتونی حسابی یک ترکیب جالبی داشته باشی از بدنتون. ساز زدن هم همینه،
یه سری کارهای عملی باید انجام بدین، یه سری کار تئوری، اینا با هم ترکیب میشه یه نوازنده میاد بیرون. احسنت. خب میریم، این هم از سوال سوم. میریم سوال چهارم رو بررسی میکنیم. وقتی نشستی رو بروی من میگم که خب شروع بکن ساز زدن، ببینم ساز زدن به کجا رسید، چه جوری، اصلا یه هفته تمرین کردی یا نه. قرار بود از سوراخ 5 شروع بکنیم تا سوراخ 9. دو ره می فا سول لا سی دو، گام دو ماژور بهش میگیم. دو ماژور رو برامون بزنی به صورت رفت و برگشت، کشش هر نوت رو 4 ضرب هر جور که دوست داری در نظر بگیری و بزنی. خب حالا من به عنوان یه هنرجو میام براتون میزنم، ببینیم چی شده. خب ایراداری که رو خودم الان اجرا کردم بهتون میگم. اول از همه که یادم رفت دستم بد بگیرم، معمولا دستو اینجوری میگیرم. گفتیم که ساز میاد بین دوتا انگشتمون، انگشت اشاره کج، شست کج، این انگشت ها مرتب، انگشت اشاره میاد روی اسلاید و دست حالت شکسته میاد، لب کامل میاد داخل ساز. و حالا اشکالایی که بود توی این ویدیو اینه که سر رو هی داشتم تکون میدادم. سر گفتیم ثابت باشه، دست به سمت چپ و راست بره. مورد بعد این بود که دو نوته داشتم میزدم، لبم بیشتر از یه سوراخ باز بود، داشتم دوتا نوت میزدم. پس اینم دقت کنید، تک نوت یه صدا فقط بشنویم از هر سوراخ. مورد بعدی داشتم انقباض بیش از حد توی گلو، لب و فوتومکشم ایجاد میکردم و نوت ها رو از حالت کوک خارج میکردم. توی ساز دهنی وقتی خیلی بیش از حد فوتومکشت با انقباض باشه، نوت از حالت کوک در میاد. ببینید مثلا شیشه مکش فا، حالت عادی استانداردشو میزنم و بعد فالششو. ببینید حالا مثلا یه مقدار با انقباض ساز میزنم، در صورتی که وقتی میخوای ساز بزنی هیچ انقباضی نباید باشه. لب ها به صورت بدون انقباض، خیلی شل روی ساز، گلو باز، فوتومکشمون خیلی عادی. یه چیزی حالا در مورد فوتومکش بهتون بگم، زمستون شده، سرد شده، وقتی دستامون یخ میزنه اینجوری دستا رو میگیریم، میگیم دقیقاً ساز زدنمون باید به این حالت باشه، یعنی گلو باز میشه وقتی ها میکنیم، میگه ساز زدنم میشه مکشش. اوکی، نمیام اسپری کنم فوتو مکش، بگم تف تف، پرتاب فوت با همراه با بزاق دهان میشه، هم انقباض ایجاد میکنه، هم ساز خراب میکنی، اصلا صدای فالشی میشنوی. ولی وقتی بگی لب شل شده بدون انقباض، فوتو مکش خیلی عادی داره انجام میشه، این بهترین حالت ممکن. خب پس ساز زدن رو دوباره مجدد میگم، یک هفته دیگه برو روش کار کن با تمرینای جدید که میدم و این همینجوری تکرار میشه تا بهترین حالت خودت رو پیدا بکن. خب هفته گذشته من گفتم که برین 4 ضرب بر خودتون در نظر بگیم، میگین 1 2 3 4، میتونی سرعتشو ببری بالا، مثلا میگه دو ره می فا سولا. ولی ما میایم چیکار میکنیم؟ آدمیم دیگه، خوشحالی مثلا اینو سریع تر میگی، میگه دو ره. غمگینی مثلا میگه دو ره.
پس بسته به حالت سرعت رو پایین و بالا میکنی. ما میایم چیکار میکنیم برای اینکه سرعتمون ثابت بشه؟ یه چیزی داریم به اسم مترونوم. این مترونومی که همه جا شنیدین و صداش مثل عقرب ساعت میگه، این میاد چیکار میکنه؟ ریتم رو برای ما ثابت نگه میداره. یکی از مهمترین چیزهایی که توی موسیقی ما داریم ریتمه. ریتم چیزی که توی زندگی هممون هست. مثلا شما از خواب پا میشی تا میای صبحونه بخوری، لباس بپوشی، از خونه بری بیرون 3 ساعت طول میکشه. یه نفر دیگه از تو تخت که میاد بیرون 5 دقیقه بعد دم در. این ریتم زندگیش سریه، شما ریتم زندگیتون کند. صحبت کردن هر کسی یه ریتمی داره. مثلا من برای ویدیو یه مقدار سعی میکنم سریع تر صحبت بکنم. یه نفر میاد میگه که سلام چطوری، شما خوبی، چه خبر؟ یکی دیگه میاد میگه سلام چطوری بابا. این صحبت کردن ریتم داره، اون تند، این کند. پس ریتم همه جا هست، توی رانندگی هست، همه توی موسیقی هم یکی از مهمترین اصولمون ریتمه. برای اینکه بتونیم ریتم رو بشناسیم و عملیش بکنیم، روی ساز بتونیم استفاده بکنیم، میایم از چی استفاده میکنیم؟ مترونوم. قبل از اینکه از مترونوم بتونیم استفاده بکنیم، باید یه سری کشش ها و ضرب های نوت رو یاد بگیریم. مثلا همون سلام چطوری، این سین رو من 2 ضرب دارم میکشم، میگم سلام چطوری، یا میام نه مثلا میگم سلام چطور. اینی که من اینو 2 ضرب بکشم یا 1 ضرب بکشم میاد آهنگساز مشخص میکنه. یا من که به شما دارم تمرین میدم، اتودی که هست رو میام مینویسم، میگم انقدر تو سلامو بکش، نگو سلام، نگو سلام چطوری. پس مشخص میشه توی موسیقی با استفاده از نوت هایی که نوشته میشه، کشش نوت ها، که ما چجوری اون نوت ها رو ادا بکنیم. حالا کشش نوت ها که مثلا 4 ضرب بکشی، 2 ضرب بکشی یا 1 ضرب بکشی، علامت های مشخصی داره. 4 ضرب کشیدن بهش میگیم نوت گرد، که حالا عکسشو براتون میذارم، به صورت هرمی میاد کشیده میشه. 1 نوت دایره تو خالی بهش میگیم نوت گرد 4 ضربه، 1 و 2 و 3 و 4 و تموم شد. نوت گرد رو میایم تقسیم بر 2 میکنیم، یعنی اون نوت گرد رو 1 در نظر میگیریم، تقسیم بر 2 میکنیم، یعنی 1 رو تقسیم بر 2 میکنیم میشه 1/2. 2 تا نوت سفید به ما میده، همون دایره تو خالی، یه دونه دست بغلش، این میشه 2 ضرب، 1 و 2 و تموم شد. میایم نوت سفید رو، یه دونه نوت سفید رو تقسیم بر 2 میکنیم، 2 تا نوت سیاه میده، یه دایره تو پر و یه دست بغلش، که اون 1/2 تقسیم بر 2 میکنیم میشه 1/4. اینا رو حالا 1/2 و 1/4 رو حفظ کنی، توی مترونوم به دردمون میخوره. نوت گرد 1 چی؟ نوت سفید 1 بالا، 2 توی مخرج 1/2 احتیاج داریم، و نوت سیاه 1 بالا توی مخرج 4. نوت سیاه میشه 1 و تموم میشه. حالا 4 ضرب چیه؟ 4 ضرب نوت گرد رو که میخوایم اجرا بکنیم، مثلا روی نوت 2، دو ره می فا. بعد میایم نوت سفید رو اجرا میکنیم، دو ره می فا. نوت سیاه، دو ره می فا سالا سی دو. هر کدومش 1 ضربه. این رو خودمون میتونیم اجرا کنیم، میتونیم بشکن بزنیم، میتونیم ضرب ها بزنیم، میگیم دو، این پاشنه پامه، این نوک پامه، پاشنه پا رو میذاری زمین، میگی 1 و 2 و 3 و 4 و میای اینو میزنی، بعد باش میخونی، مثلا میگی 1 و 2 و 3 و 4 و 2 ره می سفید، دو ره
سیا دو ره می فا سولا. چیکار می‌کنی؟ پس خودمون میتونیم اینا رو مشخص کنیم، ولی برای اینکه بدن میریزه به هم، ممکنه ضرب پاد با خوندن با این کارهایی که داری انجام میده قاطی بشه، اصلا نفهمیدی چیکار میکنی، میایم از مترونوم استفاده میکنیم. خب مترونوم هم دو مدل داره، یکیش همین چیه بهش میگن مکانیکیه، یکیش هم دیجیتاله که نرم افزارش هست توی گوشی ها، حالا براتون عکسشو میذارم که برین دانلود بکنین، رو اونم یه توضیحی میدم دیگه، مثلا علامت سکوت میکنم یه توضیحی هم، حالا اول مکانیکو توضیح میدم و بعد یه سکوتی میکنم اونجا صدا گذاری میکنم روی دیجیتالش بهتون توضیح میدم. خب برای تمام تمرینامون میایم تمپو یا سرعت رو میبریم روی 60 قرار میدیم، فعلا هم میزان نما که میذاریم روی 4 بالا 4 پایین. خب میزان نما چی؟ ما گفتیم سرکلید سول میاد اول 5 تا خطوط حامل، اول خطوط حامل عکسشو میذارم ببینید، یه سرکلید داریم جلوی سرکلید سول دو تا عدد، این دو تا عدد رو میگیم میزان نما، یعنی نمایش میده تو هر میزانی چی، این خطای عمودی که کشیده شده بین خطوط حامل اینا رو بین هر دوتاش یک میزانه، میزان یک، میزان دو، میزان سه، میایم میگیم تو هر میزانی چه نوتایی نوشته شده، دو تا عدد، عدد بالایی بنویسی، عدد بالایی تعداد نوتمون رو نشون میده، عدد پایین شکل ضربمون رو نشون میده. اگه یادم باشه گفتم تو اون هرمی که داریم میایم گرد یک، سفیدی دوم و سیاه یک چهار، اگر عدد پایین چهار باشه یعنی نوتمون سیاه، عدد بالایی هم 4 باشه یعنی میگه تو هر میزان 4 تا نوت سیاه وجود داره. این جمله رو بنویسین همیشه جایگذاری بکنید. 4 بالا 4 پایین یعنی چی؟ 4 نوت سیاه در هر میزان. 4 رو دورش یه خط بکشین، سیاه رو دورش یه خط بکشین. اینا رو میتونین جابجا بکنین با هر چیزی که دیدین. 3 بالا باشه 2 پایین. 3 نوت سفید در هر میزان. 6 بالا 8 پایین، 6 نوت چنگ در هر میزان، 8 یعنی چنگ. پس 6 نوت چنگ در هر میزان، اینم از این مفهوم میزان نما رو متوجه شدیم. حالا دوباره من تکرار میکنم، یه خطوط حامل داریم، یه سرکلید سول داریم، دو تا عدد داریم، این دو تا عدد بهش میگیم میزان نما، میاد مشخص میکنه تو هر میزانی ما چه نوتی و چند تا داریم، دو تا عدد، عدد بالا تعداد نوت رو نشون میده، عدد پایینی شکل نوت، شکل نوت اگه 2 باشه سفیده، اگه 4 باشه سیاه، اگه 8 باشه چنگ، عدد بالا هم تعداد. پس تو اون جمله میذاریم. الان ما تمام تمریناتمون 4 4 یعنی 4 نوت سیاه در هر میزان. روی دیجیتال هم الان تصویرشو میذارم، تمپو رو میایم چیکار میکنیم، همیشه میذاریم روی 60 یا سرعت، میزان نما یا اون عددا 4 4، استارت رو میزنیم و دو و سه و چهار و یک و دو و سه و چهار، و قبل از اینکه ساز بزنین باید بتونین هر چیزی رو بخونین با هنجره، یا حالا صداتون خوبه، گوشتون خوب بوده، میتونین فرکانس خود نوت رو بخونی، یا نه میتونی به صورت عادی همونجور که حرف میزنه تمام نوت‌ها رو بخونی. سولفج پالاتی. وقتی مترونوم شروع میکنیم یه صدای دینگی میده، تا استارت میخونی یه صدا دینگ، این سر ضربه یعنی اولین نوت رو داره میخونه، میگه دینگ تا 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 دینگ، دوباره میاد میزان بعدی تا تا تا، یک و دو و سه و چهار و این میشه 4 زر. اینجا 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 دینگ دو و سه و چهار و دینگ و دو و سه و دو Oh.
این چهار تا ضربه میزنه من یه نوتو میکشم میشه گرد، این دو تا ضربه بزنه من یه نوتو میکشم میشه سفید. یک و دو، همیشه من سر ضرب شروع بکنیم، صبر کنیم بیاد سر ضرب و بعد بار اون دو بار عدد بخونیم و بعد نوتو بخونیم. سه و چهار و یک و دو و سه و چهار و دو ره می فا سالا. نوت سیاه، یک و دو و سه و چهار و دو ره می فا سالا سی دو. نترسین، رو مخ نیست اتفاقا، بعد این مدت این نباشه اصلا نمیتونی کار بکن، این رفیق بی کلک شماست، اول رفیق بی کلک مادره و بعد اول از همه میایم با استفاده از حنجره میخونیم که ببینیم متوجه شدیم یا نه، بعد که متوجه شدیم حالا سازو برمیداری، نمیام همجور سازو بردم میگم قشنگ، اول میخونیم هرس ندیم منو، اول میام میخونیم و بعد میری ساز میزنیم. نوت گرد رو میزنیم، یعنی چهار ضرب هر نوتو میکشیم، قبلش دو دور میخونم مثل من تکرار کپی پیست. سه و چهار و یک و دو و سه و چهار و این نوت گرد. بریم برای نوت سفید. سرزر پیدا کن. و دو و سه و چار و و دو و سه و چار و این هم نقطه سفید. ببین برای نقطه چی بود؟ سیاه. دو و سه و چهار. تمام. این یک و دو و ها که میگیم باید پر کنه از یه ضربه تا ضربه بعدی، نه ما بگیم یک و دو و سه و چهار میگه میگی یک و دو و سه و چهار و یک چهار ورم انقدر میکشی تا بخور تو سر ضرب، یعنی ما هیچ سکوتی هیچ جا نداریم، اینا همش به هم وصل. تمرین جدیدتون اینه که یک میایم با مترونوم از سر ضرب تمپوی 60 میزانمای 44 نوت ها رو گرد میزنید به صورت رفت و برگشت و بعد میایید نوت ها رو سفید میزنید هر کدوم رفت و برگشت و بعد میایید نوت ها رو سیاه میزنید رفت و برگشت. این جا افتاد براتون، میریم دو تا کتاب ما میخوایم معرفی کنیم که این کتابایی که من آموزش میدم یا کتابایی هست که از مثلا اروپا آمریکا تدریس میشه، 20 سال سابقه تدریس مکس دالوه اومده توی کتاب جمع شده. این کتابا رو من توی کانال تلگرام میذارم، برین دانلودشون بکنی و پیش بریم با هم دیگه. مکس دالوه اتودی هست که باش ساز میزنی، یه کتاب دیگه است آگوستینی که باش ریتم خوانی میکنی. ما گفتیم تو موسیقی اول باید بتونیم بخونیم یه چیزی رو و بعد بیایم چیکار کنیم ساز بزنیم، پس یک کتاب جدا احتیاج داریم که بتونیم باش بخونیم با مترونوم، اول توی ذهنمون شک بگیره، 6 ماه جلوتر از اینکه ساز بزنی باید ریتم رو درک کرده باشی، پس میایم به صورت جداگانه ریتم رو کار میکنی، همزمان میایم ساز زدن رو،
پیش میبریم. ولی ریتم خونیمون باید خیلی جلوتر باشه، سرعت ریتم خونیمون بالاتر میره، حدودا 6 ماه ما جلوتر از ساز زدنمون پیش میریم توی ریتم خونی. یه کتاب دیگه هست مخصوص ساز زدن، بهش میگیم ماکس دی آلوه Method for Chromatic Harmonic. دو تا کتابو پرینت کنین، کتاب با ارزش و گرون قیمتی هست و پیش بریم. اول از همه کتاب آگوستینی رو میایم باز میکنیم، سولفژ ریتمیک شماره 1. ببینید سه تا تمرین داره، شماره 1، شماره 2، شماره 3. شماره 1 اول کار سرکلید سول رو ما نمیبینیم، پس هر نوتی که روی خطوط هست هیچ معنی نداره، هر نوتی هر اسمی خواستیم روش میذاریم. مثلا اینا روی خط 3 سی خونده میشه، ولی من بهشون دو میگم که راحت تر تلفظش بکنم. میزان نمامون چنده؟ 2 بالا 4 پایین، یعنی دو نوت سیاه در هر میزان. اگه میخواین بیشتر بهتر این ویدیو رو متوجه شین، اول برید کانال تلگرام کتاب رو پرینت کنین، بیاین بذارین تو دستتون و بعد ادامه این ویدیو رو ببینین. پس گفتیم سرکلید سول نداریم، هر اسمی میخواییم برای نوتامون میذاریم، میزان نمامونم 2 بالا 4 پایین، یعنی دو نوت سیاه در هر میزان. اینجا میبینید دو نوت سیاه تو هر میزانی گذاشته یا یه دونه نوت سفید. مترونومو میبریم روی 2 عدد 2 بالا 4 پایین، استارتش میزنیم 1 و 2 و 1 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و
انجام بدید. اینا رو هر روز باید بخونین و بدون توپق از اول تا آخرش رو بتونین سیف کنین، وایسش رو بگیرین. شماره 2، میزان نما 4 بالا 4 پایین، 4 نوت سیاه در هر میزان. اومده به 4 تا نوت سیاه یه دونه نوت گرد گذاشته یا 2 تا سیاه یه سفید. میریم میزان نمامون رو مترونوممون کوک می‌کنیم روی 4. 2 تا سفید 2 تا ضرب میزنه، ما یه بار میکشیم. سیاه یه ضرب میزنه، یه دونه میکشیم. تمرین شماره 3، نوت با میزان نما 3 بالا تعداد نوت 4 یعنی سیاه، 3 نوت سیاه در هر میزان. اینو میای دوباره تنظیمش میکنی روی 3 4. میری میخونی 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 2 2 2 و همینجور پیش میر. حالا نکتهش اینه که میزان ما مثلا 2 بالا باشه تا 2 داریم، 1 و 2 و دیگه 3 4 نداریم. 3 بالا باشه مثلا میشه 1 و 2 و 3 و دور 4 دیگه نداریم، دور برمیگرده از 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3. خب این پس کتاب آگوستین ریتم‌خوانی که میایم با مترون میخونیم، اول مغز عادت میکنه ریتم‌ها رو میشناسه، میفته جا میفته تو بدن. میریم برای کتاب بعدی ساز زدن، مکس دالو. مکس دالو رو باز میکنیم صفحه 7 2.1 تمرین شماره 1، سرکلید اینجا سول، میزان نما 4 4، 4 نوت سیاه در هر میزان. یه 4 تا نوت سیاه اومده یه دونه گرد گذاشته. حالا برای این که بتونیم این نوت‌ها رو بخونیم و ساز بزنیم احتیاج به اون تمرین قبلی داریم. تمرین‌های قبلی جای نوت روی خطوط حفظیم، نگاه نوت می‌کنیم، رو ساز می‌دونیم کجاست، نگاه می‌کنیم متروم داره پخش میشه، این سه تا با هم دیگه ترکیب میشه و شما ساز می‌زنید. بریم تنظیم می‌کنیم متروم رو روی 4 4، استارت شو میزنیم. 1 و 2 و 3 و 4 و
خب اینم از این. عالیه پرتغالی. نوت اولمون دو، ر، می، فا، سو، لا، سی و دو، نه فوت. به ترتیب همونی که قبلا گفتیم رو هوا بزنین، حالا نوت شده. میاد چشت میبینه رو ساز، میدونی جاش نوت کجاست، مترونوم توی گوشته، همه با هم ترکیب میشه. میری جلو. احسنت. میریم صفحه بعد. 2.2 تمرین شماره 2 از فصل 2. سرکلید سازمون سول، میزان نمامون 4-4. نوت ها به صورت سفید نوشته شده، دو ضربی. مترونوم میذاریم با هم میخونیم، سولفجش میکنیم، بعد ساز میزنیم. و دو و سه و چار و دو ره دو ره می فا دو ره می فا سولا دو سولا و تمام میشه. این تکرار چی بود؟ وقتی ته هر میزان دو نقطه داریم، برمیگم از اول میزنیم، میشه دو ره دو نقطه. میبینی دوباره همینو تکرار میکنی، رد میکنی، می فا دو نقطه، میبینی تکرار، میای از اول دوباره دو ره می فا سولا، تکرار یه بار کامل میزنی تمام میشه. حالا که ریتم خوانی کردیم، متوجه شدیم، میریم دوباره مترونوم میذاریم، ساز میزنیم. یک آه. یک و دو و سه و چهار و تکرار نزنم. یک و دو و سه و چهار. یه دونه پرش اون آخرش داریم، از 7 فوت به 5 فوت، از سول به دو. بین این دوتا یه دونه 6 فوت هست، باید هوا رو قطع کنی، بعد بیای از 5 شروع کنی، وسطشون هوا بزن، بگی اینجوری نیست، تمیز ساز بزن، تمیز، همیشه تمیز ساز بزن. اگه میخوای یه چیزی بشی تمیز ساز بزن. موفق باشین. کامل تر از این جلسه تو تاریخ بشر وجود نداره. می نویسم امضام.